33 عاما. 33 سال از شعله ور شدن آتش انتفاضه سنگ می‌گذرد. انتفاضه مردمی در فلسطین پس از اقدام یکی از شهرک نشینان صهیونیست در زیر گرفتن 6 فلسطینی با خودرو و به شهادت رساندن آنها شکل گرفت. در آن زمان صحنه‌هایی از این انتفاضه در سراسر جهان منتشر شد تا نشان دهد ملت فلسطین در برابر سرکوب تسلیم نخواهد شد. ان المقاومه خيار شعبنا الاستراتيجي كان مقاومت تنها انتخاب راهبردی ملت فلسطین در گذشته، حال و آینده بوده و خواهد بود، زیرا مبارزه با رژیم اشغالگر بدون مقاومت ممکن نیست و هیچ گزینه دیگری به ویژه پس از گذشت 30 سال از تجربه ناموفق مذاکره نمیتواند مطرح باشد. هنا في هذه المقبره شيع 10,000 فلسطینی پیکرهای 6 شهید فلسطینی را در این مقبره به خاک سپردند و بلافاصله پس از مراسم خاکسپاری آتش خشم مردمی به اوج خود رسید. سنگ تنها سلاح فلسطینی ها در برابر همه سلاح های صهیونیست ها بود. نتیجه این انتفاضه شکل‌گیری مقاومتی بود که اکنون رژیم اشغالگر را به زانو در آورده است. توان مقاومت به حدی رسیده که موشک هایش قادر است تل آویو را هدف قرار دهد. پایه های مقاومت بر اساس فداکاری، انتقام از دشمنان و حفظ خون تمام شهدای فلسطین شکل گرفته است. هنا قبل اكثر من 30 عام بیش از 30 سال پیش هزاران فلسطینی در این مکان پیکرهای نخستین شهدای انتفاضه سنگ را تشییع کردند و به خاک سپردند. این انتفاضه در تاریخ ملت فلسطین ثبت شد و ثابت کرد با دستهای خالی هم میتوان بر قدرت پوشالی رژیم اشغالگر پیروز شد. در سالگرد انتفاضه همانطور که قدرت مقاومت افزایش پیدا کرده، اوضاع در فلسطین اشغالی رو به وخامت گذاشته است. این تصاویر اوضاع این روزهای سرزمین‌های اشغالی را نشان می‌دهد. روز به روز بر شدت اعتراضات افزوده می‌شود و تظاهرکنندگان خواستار کنارگیری نتانیاهو هستند. نتانیاهو منفعت خود را بالاتر از منفعت دیگران می‌بیند و مانند ترامپ در آمریکا عمل می‌کند. معتقدم این اعتراض‌ها به سقوط نتانیاهو منجر می‌شود. اعتراض‌ها در حالی در تل آویو، قیصاریا و حیفا ادامه دارد که رسانه‌های رسمی صهیونیستی آن را سانسور می‌کنند. تظاهرکنندگان چیزی فراتر از انتخابات می‌خواهند. محاکمه مقامات کابینه خواسته اصلی آنهاست. بیکاری در حال افزایش است و کرونا همچنان قربانی می‌گیرد. نتانیاهو هر بار که نخست وزیر شد گفت امنیت، مساوات، عدالت و رفاه را در داخل محقق خواهد کرد، اما به هیچ کدام عمل نکرد. با کشته شدن یک تظاهرکننده صهیونیست، این اعتراض‌ها وارد نقطه عطف خطرناکی شده و این در حالی است که کابینه صهیونیست همچنان مطالبات تظاهرکنندگان را نادیده می‌گیرد. خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.